سو منم سلام میگم به تک تک برادر خواهرها و مهمونای عزیز. ما هفته گذشته از نسرین یک کلامی شنیدیم که خیلی حیات بخش بود و خیلی ها شهادت دادن که چقدر خدا با قلبشون صحبت کرده، درسته؟ برای موضوع این بود که در اشعیا نبی باب 40 اونجا نوشته: اما آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. این قسمت اول که میگه که اما آنانی که منتظر خدا می باشند قوت تازه خواهند گرفت یا یافت. اینجا در مورد قدرت صحبت میکنی، یعنی زمانی که ما منتظر خدا هستیم که خدا میخواد با ما در ما یک کارهایی انجام بده، ما باید الان صبر کنیم با ایمان و به اعتماد که مثل اینکه یک کار موفق طبیعی باید در ما انجام بشه. اینجا صحبت میکنه قوت تازه خواهند گرفت. این قدرت انسانی نیست که ما دریافت میکنیم، این صبر کردن ما مربوط به زندگی ما داره و مربوط به قدرت خدا داره. همینطور که اعمال رسولان اونجا گفته که صبر کنین تا روح القدس خواهد آمد و اونجا قدرت خواهی گرفت. پس اینجا در مورد قدرت صحبت میکنه، اینجا صحبت نمیکنه که منتظر باشین همه چی زندگیتون عوض میشه. و زمانی که میگه که خواهند دوید خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهد شد، یعنی یه چیزی وارد یک میگم که بود تازه قرار میگیریم، بود الهی قرار میگیریم. منظورم این نیست که خسته ما شروع میکنیم به دویدن، این در مورد روح صحبت میکنه. زندگی روحانی ما خستگی نداره توش. زندگی روحانی ما این نیست که کوبیده بشین آخر بیفتیم زمین، بلکه یه چیزی هست که درونی ما اونجا انجام میشه. متاسفانه بسیاری از فرزندان خدا در تنهایی و تنهایی وحشتناک زندگی میکنن، خستگی و بیحالی و بیمعنی. این وضعیت کلن کلیساها، نه فقط کلیسای ما، فقط میگم کلیسای اصلا دنیایی که نگاه میکنیم، چون هیچ جلالی از خدا اینطوری که باید دیده بشه دیده نمیشه. و خدا میخواد، به هر حال خدا در این زمانی که ما زندگی میکنیم میخواد زندگی شخصی و تنهایی منزوی تو رو یا ما رو به دست بگیرد و آن در یک وحد شگفت انگیز در بدن مسیح قرار دهد. این دوباره میخونم: خدا میخواد زندگی شخصی تنها و منزوی تو رو بگیرد و آن رو در یک وحدت شگفت انگیز در بدن مسیح قرار دهد. فهمیدین؟ خدا میخواد زندگی تو رو که اصلا احساس میکنی بیمعنی است، خستگیه و اصلا مثل این که در سردرگمی زندگی میکنی ور میداره و میخواد در بدن عیسی قرار بدی. و در این بدن مسیحه که همه چی ما دریافت میکنیم. و یک کسی که واقعا در اون نرسه، در این حیات نرسه، واقعا میتونم بگم در گمراهی زندگی میکنه. فقط در مسیح به یک زندگی یا حیات پر جنب جوش و الهام بخش خواهی رسید، در مسیح. و امروز هم مخصوصا این سرودهایی که خوندیم خیلی در مورد در مسیح، در مسیح چی داریم؟ در مسیح عدالت ماست، محبت که احتیاج داریم در مسیح، پیروزی در مسیح، همه چی در مسیح، در مسیح، در مسیح، در مسیحه. و هدف خدا اینه که ما رو ورداره به بدن او قرار بده. شاید الان سوال کنی بگی که من که در بدنم او هستم، ما میتونم بگم که و امروز هم میخوام در موردش فکر کنی ببینیم که آیا واقعا در بدن مسیح ما زندگی میکنیم یا در این وحدت و
وحدت شگفتانگیز در بدن مسیح ما قرار گرفتیم یا نه؟ یا ما در مسیح هستیم؟ یعنی منظور اینه که ما ایمان داریم به عیسی مسیح، عادل شمرده شدیم، فقط ما میتونیم جدا از عیسی مسیح زندگی کنیم. چرا میگم جدا از مسیح؟ چون معمولا ما، و امید من اینه که واقعا از این راز روی که معمولا رازم نیست، فقط این تصورهای اشتباهی که ما داریم امروز آزاد بشیم. ما معمولا ما میگیم که من میرم پیش عیسی مسیح و شروع میکنم به دعا کردن، خداوند من اینو میخوام از تو، خداوند من اینو میطلبم از تو، خواهش میکنم به من این محبت رو به من ببخش، خواهش میکنم من آرامش رو دارم به من ببخش، و دائما در حال این هستیم که به من ببخش، به من ببخش. و اشتباه ما همینطور که گفتم که ما فکر ذهن اشتباهی داریم و در مسیح هستیم و از مسیح استفاده نمی کنیم، چون در مسیح تمام گنج‌های آسمانی وجود داره. در مسیح همه، هر چیزی که ما احتیاج داریم در مسیح هست. من احتیاج ندارم بگم که خدا من به من محبت بده، بلکه خدا منو دعوت میکنه بیا و میگه که بیا در من بمان، و اون موقع در محبت قرار گرفتی. متوجه هستین؟ سلامتی، صلح در مسیحه. هر چیزی که در مسیح قرار میگیره و ما با عیسی مسیح ایمان داریم، فقط کنار عیسی مسیح زندگی میکنیم، نه در مسیح زندگی میکنیم. به این خاطر پر از ضعف هستیم، اشتیاقی نداریم و همینطورم در سردرگمی زندگی میکنیم. دائما همینطور مسیحای گم شده هم وجود دارن که واقعا نمیدونن اصلا هویت زندگیشون چیه، اصلا نمیدونن خواندگیش چیه. دائما میگن خواندگی من چیه. در مسیح زمانی که وصل میشی، اون موقع خواندگی خودت رو پیدا میکنی. خواندگی تو هم این نیست که شبان باید به تو فقط بگه، تو خودت باید در دل خودت بدونی، چون در مسیح قرار میگیری. و میخوام امروز واقعا تمرکز کنم و دعای من اینه، یه چیزی نیست عزیزان بتونم به شما تعلیم بدم و شما بگه آها الان فهمیدم، عزیزان نیست. واقعا یه قدم هایی هست که باید برداشته بشه، یه فیضی هست که امروز باید، من دعای من بود این فیض خدا قلبای ما رو لمس کنه و که واقعا بدونیم زندگی در مسیح معنیش چیه و هیچ حیات دیگه جز از عیسی وجود نداره. عزیزان او حیات ماست. کلام خدا میگه که من راه، راستی و حیات هستم. متوجه هستین؟ هزار بار شنیدیم من راه، حقیقت و حیات هستم. پس اگر حیات میخوایی، نه یا پیش من بگو حیات ببخش، بلکه من حیات تو هستم، من حیات جاودانی هستم. و آن شهادت این است، در اول یوحنا باب 5 آیه 17، و آن شهادت این است که خدا حیات جاودانی به ما داده است و این حیات در پسر اوست. آن که پسر رو دارد حیات رو دارد. آن که آن که پسر رو دارد حیات رو دارد، و آن که پسر خدا رو ندارد حیات رو نیافته است. پس شهادت ما اینه که خدا به ما حیات جاودانی رو داده. این در مسیحه. در مسیح حیات جاودانی است. و هر کی پس پسر رو داره، هر کسی در مسیح قرار بره گرفته، حیات جاودانی رو به دست آورده. درسته ما زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، توبه میکنیم، بازگشت میکنیم، عیسی رو قبول میکنیم، عیسی میاد در ما ساکن میشه، درسته؟ و ما حیات جاودانی رو به دست میاریم. عیسی آمده در من. الان سوال من اینه که آیا تو در او هستی؟
آیا تو در او هستی؟ خیلی ها و منم خیلی زمانایی که تازه ایمان آوردم خیلی اشتباهاتی میکردم و بیشتر در مورد قدرت خدا، در مورد جلال خدا، در مورد معجزه ها و در مورد این چیزایی که چشمامون دوست داره همه چی رو ببینه. فقط خیلی کم هستن که دنبال شخصیت مسیح هستن. خیلی کم هستن که میگن خداوند واقعا میخوام من شخصیت تو رو زندگی کنم. دنبال قدرت نیستم، دنبال جلال نیستم، دنبال خواندگی خودم نیستم که این چیزای مهم هست، یا خواندگی، فقط همه چیز از این چشمه عیسی مسیح بیرون میاد. زمانی که من در مسیح هستم، از اونجاست که خدمت من، تمام کارهایی که من باید انجام بدم، از اونجا، از این بدن عیسی جاری میشه. ما به این خاطر میگم ما بعضی وقت اشتباه میکنیم که عیسی رو کنارمون میذاریم و میگیم که برای میخوام از تو اطاعت کنم و میخوام تو رو خدمت کنم و همینطور خودمون میریم و شروع میکنیم به خدمت کردن، به اسم او خدمت میکنیم. فقط در مسیح نیستیم، یعنی از این چشمه ما نمیریم به افراد خدمت کنیم. و یک واعظی هم بود که یک کتابی هم میخوندم، اوسوال چمبلز گفته انسان، بشریت برای من اصلا مهم نیست. یک واعظ خیلی معروفی، انسان برای من اصلا مهم نیست، مهمتر از همه چی عیساست. زمانی که من در عیسی هستم، اصلا چشم من نسبت به انسان عوض میشه. از اون موقع من میدونم که چه دردهایی هست، چه مشکلهایی هست. از درد عیسی مسیح، از این محبت عیسی مسیح شروع میکنم به خدمت کردن. عیسی میگه من در هستم، از این در باید وارد بشیم که بتونیم به خدمتهایی که خداوند ما رو خوانده اونجا خدمت کنیم. به این خاطر ما درهای دیگه داریم، درهای خودخواهی‌هایی داریم که از اونجا سعی میکنیم وارد بشیم، فقط خدمت کنیم. اینم به خاطر بگم که ناآگاهی ماست یا هنوز درست متوجه نشدیم. چون ما زمانی که میایم کلیسا میبینیم که الان ایمان آوردم، الان باید خدمت کنم، الان باید این کار رو بکنم، الان پرستش اینطوری میکنم، وارد یک سیستمی قرار میشیم که بیشتر و بیشتر میتونم بگم از در مسیح موندن جدا میشیم. الان میتونم بگم شاید در این کلیسا الان ما فقط یک سیستمی زندگی میکنیم، واقعا در مسیح نیستیم. در مسیح شدن اون موقع معجزه ها، شفاها و خیلی چیزای معجزه های آسمانی اتفاق میفته. در مسیح شدن یعنی تو جای مسیح رو گرفتی و زمانی که تو راه میری مثل این که مسیح رو زندگی میکنی و روح خدا در این زمان دنبال اینه که ما را از این زندگی جسمانی، از این تصویرهای جسمانی بیرون بیاره و آزاد کنه و در این وحدت مسیح، یعنی یک شدن با مسیح، اونجا قرار بده. و همه چیز عزیزان ربطی به شخصیت داره. زمانی که ما شخصیت عیسی رو جستجو کنیم و بگیم خداوند من میخوام، مهم برای من کار نیست، مهم برای من هزار چیزهای دیگه نیست، مهم اینه که من میخوام زندگی تو رو زیست کنم، که همینطور که پولس گفته که من زندگی نمی کنم بلکه مسیح در من زندگی میکنه. زندگی که در حال میکنم ایمان به پسر خداست که خودش رو فدا کرده و ما رو محبت کرده و خودش رو فدا کرده. من
در مسیح هستم و زندگی میکنم. یعنی من دیگه زندگی نمیکنم، آلبرت دیگه زندگی نمیکنه، بلکه مسیح در من زندگی میکنه. و اون موقع هست که شخصیت مسیح در من دیده میشه. در این قرنی که ما زندگی میکنیم، قرن 21 عزیزان، همه ما دنبال خدمت و دنبال کارهای بزرگ و دنبال چیزهای دیگه انسانی که از طریق انسانی بزرگ است جستجو نکنیم، بلکه دنبال شخصیت. چقدر من باید عوض بشم؟ چه قسمت هایی هست که در من مسیر رو نشون نمیده؟ غرور انسانه، دنبال جلال خودمون هستیم، این تمام چیزهای مانع هایی هست که نمیگذاره مسیر رو زندگی بکنیم. همینطور این موعظه روی کوه متا باب 5-6-7 در مورد شخصیت صحبت میکنه. به شما گفته شده اما من به شما میگم. الان وارد یه بودی دیگه شدی. در عهد عتیق اونجا خدا بیرون از قلب شما بود. در عهد جدید عیسی آمده در شما قرار بگیره. آیا واقعا شما هم در مسیح قرار میگیرین؟ میگه خوش به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. پس همه تقریبا این شخصیت زمانی شروع میشه، زمانی که خدا من میگه که تو مسکین هستی. خوش به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از ایشان است. این اولین اصول پادشاهی هست. اصل پادشاهی عیسی مسیح فقط اصل پادشاهی عیسی مسیح فخر است، نه دارایی، نه تو چی هستی، چه کارهایی کردی، چه چیزهایی میدونی، بلکه چقدر در حضور خداوند فقیر هستی. خوش به حال مسکینان در روح. و اونجا عیسی مسیح شروع میکنه به خوش به حال گفتن. موضوع موعظه روی کوه به شخصیت مربوط میشود. من نمیدونم شما چطور زمانی که این باب 5-6-7 رو میخونی واقعا در ما چه چیزی به وجود میاد. جالب اینه خدا من قبل از اینکه 5-6-7 رو بگه میگه که اول خوش به حال مسکینان در روح. بعد از این شروع میکنه به یک مطلبی پشت یک مطلب. زمانی که مطلب رو میخونی به آخرین باب 7 میرسی، به ناامیدی باید برسیم. نه؟ 5-6-7 واقعا موضوع های خیلی وحشتناکیه. و هدف خدا اینه که ما رو به یه جایی برسونه که واقعا تسلیم بشیم، بدیم بدون روح خدا در ما، بدون اینکه در مسیح باشیم، نمیتونیم تمام این قانونها رو، احکام رو، شریعت رو انجام بدیم. زمانی که خداوند میگه که اگه با چشم خودت بد نگاه کنی، بهتر چشم خودت رو از خودت بکنی، بندازی، مبادا تو جهنم بیفتی به خاطر این چشم. بعد از این میگه دست راست تو اگه گناه بکنه و بهتر قطع کنی و از خودت بندازی بیرون، مبادا تو جهنم بیفتی، بهتره دستتو ببری اون موقع وارد ملکوت خدا میشه. یعنی چیزهای خیلی خیلی اصولی هست و خیلی مهم. از زمانی که اینو نگاه میکنم میبینم که تمام از پاهام، از دستهام، از چشمام، از همه چی فقط میتونم بگم که فقط باید از خودم دور کنم. یعنی واقعا به بنبست میرسم، میگم هیچ موقع نمیتونم انجام بدم، هیچ موقع نمیتونم دشمن خودم رو که به من ظلم کرده الان ببخشم، و نه این بلکه محبتش کنم. الان به خودتون نگاه کنی میبینی که حتی افرادی که به شما ظلم کردن نمیتونی ببخشی. الان اینجا نگفته که ببخشی، بلکه محبتش کنین. پس این موعظه روی کوه ما رو به یک ورشکستگی باید بیاره. بگیم خداوند من تسلیم تو هستم، هیچ کاری
نمیتونم انجام بدم. الان مرد معمولی هستم، مرد دانشمندی هستم، مرد یا زن نمیدونم ثروتمندی هستم، در این دنیا یک مقامی بزرگی دارم؟ نه. خدا میگه که خوش به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت ایشان از آن، ملکوت خود از آن ایشان هستند. موعظه روی کوه بیانی در مورد حیات هست که زمانی این حیات یا این زندگی رو خواهیم کرد، زمانی روح القدس راه خود را به ما داشته باشه، یعنی وقتی به او اجازه بدیم در ما کار کند و او را به دست بگیرد. ما فقط میتونیم این زندگی رو انجام بدیم که اینطوری که در متی 5:6-7 گذاشته، زمانی که ما اجازه بدیم روح خدا بیاد اونجا زندگی ما رو به دست بگیره و اونجا ما رو هدایت کنه. فقط اینم دوباره بعضی وقت اشتباه میکنیم. ما میایم جلو دعا میکنیم، میگیم خداوند خواهش میکنم این روح خود رو به من بده. فقط بعد از این ما دعا میکنیم، بعد از این میرین خونه و بعد از یک روز، دو روز، سه روز، یک هفته همه چی رو فراموش کردین، دیگه همه چی ثابت میمونه. نمیدونم تجربه رو کردین؟ نه، همه ما کردیم. زمانی که ما کلام خدا رو میخونیم، و بدون کلام خوندن هیچ کسی نمیتونه به شباهت خدا برسه. حتی میتونم بگم افرادی هستم کلام نمیخونم، میگه من فقط کلام رو گوش میکنم. کلام خوندن یه چیز دیگه است. تو خودت باید بخونی، باید گوش کنی. تو خودت باید اینا رو بخونی، و زمانی که کلام رو بخونی حتی خیلی چیزایی هست که تو نمیفهمی. و در هر ذهن دو بخش وجود دارد، خود آگاهی و ناخود آگاهی. خواهش میکنم دقت کنید. آگاهی یعنی زمانی که میخونی میفهمی، و چیزایی هست که میخونی نمیفهمی. فقط این کلامی که خوندی با دقت، این وارد یک ذهن خودآگاهی قرار میگیره. ما کلام رو میخونیم و کلام خدا و روح خدا اینطوری کار میکنه. عزیزان، خوش به حال مسکینان در روح. پس خدا کار خودش رو اینه که ما رو به بخشایی ببره که این غرورهای ما، این خودخواهیهای ما، این تمام ذهنهای اشتباهی ما، همه چی شکست بخوره، تسلیم بشیم. تسلیم شدن شروع شناخت خداست. دوباره میگم خوش به حال مسکینان در روح، ملکوت خدا از آن ایشان است. و زمانی که کلام خدا رو میخونم و اینو توی ذهن خودم نگه میدارم و چیزایی هست که خوندم و اصلا نفهمیدم، کار روح القدس اینه که در اون زمانی که خدا آماده کرده، در یه جایی تو قرار میگیری و خدا هدایت میکنه، محیطا رو هم خدا هدایت میکنه، در این زمانی که تو قرار میگیری، اون موقع خدا این کلام رو میاری تو ذهن خودت و اون موقع باید تصمیم میگیری چی میخوای. اون موقع مشخص میشه آیا میخوای در مسیح بمونی یا وارد مسیح بشی یا نه. زمانی که یه جایی قرار میگیری و اونجا، مثال میگم، کلام خدا میگه که مثل همون کسی که به دو ظلم کرده ببخش. و زمانی که در این قسمت خدا اجازه میده به تو یه اتفاقی بیفته، یک بلابی بعدی بشه، و اون موقع تو هرس و جوش میخوری و شروع میکنی به دعا کردن، ای خداوند تو اینو، این مشکل رو دیدی، تو این مرد رو، این زن رو، این خواهر رو، برادر رو دیدی. و اونجاست که زمانی که
ما در این دعا هستیم و اجازه میدیم روح القدس الان این کلام رو دوباره یادآوری میکنه و میگه که رها کن، ببخش. این لحظه های مهمی هست که روح خدا یادآوری میکنه و میگه که الان باید تصمیم بگیری چی میخوایی. من مهمتر هستم از حق خودت یا از حق خودت میگذاری به خاطر من؟ اینجا آمدن دعا کردن یه چیز دیگه است و آخرم دعا خواهیم کرد و روش رو خواهم نشون خواهم داد. و زندگی روزمره ما اینه که روح خداست که ما رو هدایت میکنه و به بخشایی قرار میگیره. زمانی که میگه که عیسی دوستت دارم و میخوام با تو واقعا در تو بمونم، میخوام تو اولین جای من، زندگی من بشی، بعد از این خدا تو روی به یه جایی قرار میگیره که واقعا یه چیز از یه چیزی باید رهایی رها کنی، یه چیزی هست، یه گنجی هست که تو نگه داشتی، متوجه هستین؟ و تو اینو هنوز نمیدونی چه گنجی هست. الان از شما بپرسم چه گنجی هست، همه شما میگین نه من، عیسی مسیح گنج من. اونقدر گنج های توتون هست نو نمیدونین، حتی کوچکترین چیز هم میتونه باشه. و زمان اینجا قرار گرفتین و روح خدا الان در ضمیر این ناخودآگاه اونجا چی شده، ضبط شده، روح خدا این رو میاره بیرون و بعد از این میگه که چی میخوای پسرم یا دخترم؟ آیا من مهمترم هست؟ مهمتر هستم یا اون گنجی یا این چیزی که در قلبت هست؟ اینم با نه بگم خشم و داورین، خیلی ملایم. چی میخوای عزیزم؟ منو میخوای یا این گنجی که در تو هست؟ اونجاست که جنگ شروع میشه، اونجا مشخص میشه واقعا عیسی گنج تو نیست. پس زمانی که عزیزان متوجه بشیم که همه چیز در مسیح یافت می شود، هر چیزی که میگم همون سرودی که خوندیم، هر چیزی که من میخوام در توست، اگه واقعا این مکاشفه برای تک تک ما بشه، خیلی راحت تر میتونیم از گنجهایی که در قلب ما، این بارهایی که ما رو سنگین کرده، رهایی پیدا کنیم. و اینجاست فروتنیش رو میشه، اینجاست که زانوهای تو خم میشه، اینجاست که میگه که خوش به حال مسکینان در روح. یه چیز خیلی حساسیه و اینجا احتیاج هست که واقعا حضور خدا رو جستجو کنیم. یه کسی که میگم کلام رو کلام نمیخونه و اصلا وقت برای خداوند نمیگذاره، او رو ملاقات نمیکنه، هیچ موقع نمیتونین در مسیح بمونین، در این سردرگمی که اول گفتم میمونین، زندگی بی‌معنی دارین. خیلی مسیحا هستن زندگی بی‌معنی زندگی میکنن و در حال استرس هستن و همینطورم خودشون پیدا نکردن. تو عتیقم نوشته شده خداوند نزدیک شکست دلان هست و روح فروتنان را یا کوبیدگان را نجات خواهد داد. خدا نزدیک به شکست دلان است، نه شکست دلان مثال میگم افرادی آمدن تو رو ظلم کردن تو الان شکستی، شکست دل هستی، یعنی واقعا دیگه هیچ امیدی برای خودت نداری، تسلیم هستی. خوش به حال مسکینان در روح، اون میتونه یک پزشک معروفی باشه، یک دانشمند بزرگی باشه، فقط در حضور خدا واقعا میگه که من مسکین هستم، من هیچی نیستم، من به درد نخوردنی هستم. گوش میکنین عزیزان، زمانی که به اونجا رسیدی که من به درد نخوردنی هستم بدون مسیح، اون موقع خداوند به تو میگه که خوش به حال تو.
یشایا نبی باب 57 هم نوشته زیرا او که در علا و بلند هست و ساکن در ابدیت می باشد و اسم او قدوس است چنین می گوید من در مکان عالی و مقدس ساکن و نیز با کسی که روح فروتن و متواضع را دارد تا روح تو روح توازن را احیا نمایم و دل افسردگان را زنده سازم. فروتنی راهی برای زندگی یک زندگی الهی هست یا یک زندگی هست که واقعا بیشتر و بیشتر شخصیت مسیح در ما قرار میگیره. خدا در یک تو قلب‌های شکسته زندگی میکنه، قلبایی که میتونم بگم دنبال شخصیت خدا هستند که میخوان اینو زیست کنن، افرادی که واقعا فارسیش نمیدونم فتسفایفت ناامیدی، فقط فتسفایفت ناامیدی، یه چیزی از فتسفایفت یعنی دیگه میگه که الان اینو نگیرم از بین میرم. فتسفایفت افرادی که واقعا این فتسفایفت هست، یعنی اینطوری ناامیدی، فقط یه ناامیدی است که میگم که مثل این که الان خفه میشی و الان نمیتونی، هوا احتیاج داری زیر الان، اگه نه غر میشی. فریاد میشنم و میگه خداوند من تو رو میخوام، من میخوام در تو باشم و میخوام شخصیت تو رو زیست کنم. من تمام شخصیت انسانی که از آدم و حواس در من رو پایی میکشی، میخوام آزادی پیدا کنم. و این دعا رو که میکنیم خداوند من تو رو میخوام، در تو همه چی رو دارم، این دعایی هست که خداوند میشنوه. من نمیخوام شما رو یه جوری ناامید کنم، فقط ما بعضی وقت دعای ما اینه که فقط زمانی که میایم جلو دعا میکنیم و فراموش میکنیم. یه کسی که همون فتسفایفته هر روز دعا میکنه، هر روز شروع میکنه به داد زدن، خدا اگه اینو به من ندی خداوند من میمیرم. و بعضی وقت میبینم افرادی هستن که به خاطر پاس، به خاطر اقامت، واقعا این فتسفایفت هستن و داد میکشن ای خدا، ای خدا، ای خدا. خیلی جالبه برای این چیزی که اصلا به درد نمیخوره، نمیخوام بگم به درد نمیخوره، یعنی دوست داریم همه اقامت رو بگیریم، فقط این دل رو دارم، من میخوام واقعا این پاس رو بگیرم. الان اینجا عیسی مسیح، شخصیت اوست، اون حیات جاودانی هست، او میخواد الان ما رو داوطلبانه همه چی رو ببخشه. فقط دنبال قلب هایی هست که واقعا فتسفایفلت بخوان بجویم و خدا من اینو میخوام. من از خودم بدم میاد، من از زندگی خودم راضی نیستم، من میخوام تو منو تبدیل کنی. و این یه چیزی هست که واقعا مثل بگم مثل این که حیات تو از بین میره و میدونی مکاشفه شده که در مسیح همه چی هست. زمانی که واقعا جلوی خدا من تسلیم بشین، زمانی که روی حقای خودتون نیستین، حق منه، عیسی مسیح که خودش پسر خدا، خودش خدا، از حق خودش گذشت، رفت روی صلیب و اونجا اعلام کرد خداوند پدر ببخش نمیدونن چی میکنن. ما کی هستیم که از حق خودمون نذاریم؟ این حق خواست که پشتش غروره، حق ماست، ما جای خدا رو میگیریم و داوری میکنیم. آخه چطور میتونیم در مسیح بمونیم و همزمان داور باشیم؟ و اینجاست که بعضی وقت زمانی که ما اجازه میدیم روح خدا وارد بشه، زمانی که کلام خدا آشنا هستیم، روح القدس میاد رها کن یا ببخش. روح القدس که زمانی که دعا میکنیم میگه خداوند گنجهای قلب منو نشون بده، تو مهمتر هستی از تمامی گنجها، من تو رو میخوام. حتی هم اگر اینم نباشه،
میتونی بگی ای خداوند خواهش میکنم این اشتیاق رو در من روشن بکن که واقعا تمام زندگی من تو باشی. چون خیلی اکثریت دنبال عیسی نیستیم، دنبال برکت های عیسی هستیم، فقط دنبال عیسی نیستیم. اگه امروز میخوایم این دعا رو آخر بکنیم که واقعا اگه این اشتیاق رو برای عیسی نداری، حداقل میتونی بگی که خداوند به تو این اجازه رو میدم، روح القدس رو به من ببخشی که یک اشتیاقی در من به وجود بیاری که هیچ چیزی نخواهم جز عیسی. و اگه هم در مسیح هستی تنها دعایی که میتونی بگیم که بگیم روح القدس تو بیا، این تمام چیزایی که بت‌هایی که در من وجود داره، فکرای اشتباه وجود داره، گنج‌هایی که وجود داره به من نشون بده و ثابت در اون بمونین. عزیزان خدای ما خدای قدوسیه، بازی نمیتونیم کرد، این نمیتونیم خیلی راحت وارد پادشاهی بشیم. اون درد و رنج رو کشیده که ما رو دعوت کنی که شبیه او بشیم. خدا نگاه میکنه چقدر با جدیت او رو میطلبیم. هر چیزی که ما دریافت میکنیم، همه چی عزیزان، فقط از روح القدس. همین که ما اینجا نشستیم خدا رو پرستش میکنیم، روح خدا بود که ما رو زنده کرد. به این خاطر همونطور اشتیاقی که برای خداوند باید داشته باشیم، باید جستجو کنیم. یه خداوند این اشتیاق رو برای تو ندارم، من واقعا سردرگمی زندگی میکنم، خودم رو فروتن میکنم، روح القدس اجازه میدم اشتیاق در من به وجود بیاری، من میخوام زندگی من عوض بشه، جلوی تو فروتن میکنم، از حق خودم میگذارم، به من نشون بده کجاست که هنوز روی حق خودم ایستادم. این افرادی هستن که واقعا دائما روی خودشون کار میکنن، به ایمان اعتماد که خدا دعای ما رو میشنوه، چون طبق اراده او دعا میکنیم و انجام خواهد داد. عزیزان هیچ، دوباره میگم، حیاتی وجود نداره جز عیسی. در عیسی همه چی رو داری و خدا دعوت میکنه، روح القدس دعوت میکنه، عیسی دعوت میکنه که بیاد اونجا با عیسی مسیح یک کنه. در این یک شدن همه چیز اتوماتیک، احتیاج هم نیست به دعا کنی، احتیاج نیست که خودت رو کنترل کنی، دیگه روح القدس تو رو کنترل میکنه در همه جاها، در جایی که شکست خرابکاری کردی خیلی راحت توبه میکنی، در جایی که اشتباهاتی کردی خیلی راحت میتونی عذرخواهی کنی، در جایی که به تو ظلم میشه خیلی راحت با حکمت، مثل عیسی مسیح، اونم خودش هم چیز شد دیگه، از فریسی ها و کاتبان ها اونجا زیر چیز حمله شد، خیلی راحت جواب میداد. یه حکمت مخصوصی در مسیح وجود داره که احتیاج نیست جستجو کنیم، در مسیح دیگه اوتوماتیک حکمت میاد، صحبت میکنی، در مسیح لذت بسیاری هست. هنوز نمیدونیم چه شکوه جلال توشه. پس همونی که قرار میگیریم اون موقع لمس میکنیم، این مثل این که سالها بدون عیسی زندگی کردین، تفاوت رو میبینی. در مسیح کلن یک کسی دیگه خواهی شد، شخصیتت عوض میشه. این حیات، زمانی که میگم در مسیح حیات، این حیات شخصیت مسیحه، یا میتونم بگم شخصیت مسیح خود عیسی مسیحه. میفهمین؟ تو این شخصیت حیاته، حیات ابدی هست، توی شخصیت فروتنی کامل هست، توی شخصیت هیچ خودخواهی وجود نداره و این حیات جاودانی هست. به این خاطر
میتونیم امروز در حضور خداوند بیاییم و فقط دعا کنیم، خودمون رو فروتن کنیم به حضور خدا. و دوباره میگم اگر کسانی اینجا هستن از اشتیاقی ندارن عیسی مسیح کنارشون جای دوم سوم چهارم رو قرار بگرفته، اگر واقعا میخواین، نمیخوام الان بازی هم نمی کنیم با خدا، اگر واقعا میخواین زمانی که میگم زندگی تو عوض بشه، منظوری نیست که زندگی تو عوض بشه خدا بیاد برکت به تو بگه یکم بهتر بشه، در مورد این صحبت نمی کنم. ما اینطوری فکر میکنیم خداوند بیا الان امروز از امروز به بعد میخوام اطاعت کنم که برکت بگیرم، در مورد برکت صحبت نمی کنم، در مورد در مسیح زندگی کردن میگم. شخصیت، و این شخصیت مربوط به صلیب عیسی مسیحه، متحد شدن با عیسی مسیح، مردن در عیسی مسیح که آزاد بشیم از خودمون. چیزی که تو رو و من رو بدبخت میکنه همون زندگی کهنه ماست که ما رو میکشه پایین، ما رو لعنت میکنه، ما رو خسته میکنه، کوبیده میکنه، و خدا میاد، روح القدس میاد، من میخوام تو رو آزاد کنم در مسیح. بیا در من و اجازه بده من مرکز زندگی تو باشم، چشمه زندگی تو باشم، همه چی در من یافت میشه. الان میخوام دعا کنم همینطور که اگر قسمت اول اینه که آیا کسانی که الان اینجا هستن اصلا اشتیاق برای عیسی مسیح اینطوری ندارین، آیا عیسی مسیح باشه دعا میکنی، پرستش میکنی، شکرگزاری میکنی، فقط جای اول نگرفته، یعنی قلب تو بیشتر برای دنیا، برای چیزای دنیاییه و نمیدونم خونه و این و اون و اونا هزار تا چیزه که اینم پدر آسمونی به ما داده که برای ما به ما خواهد داد، اگه این واقعا میخوای عیسی مسیح واقعا جای زندگی تو باشه که میتونی بیای جلو زانو بزنی و بگی خداوند منو ببخش که من جای اول زندگی تو نیستم، تو جای اول زندگی من نیستی، فقط میخوام اومدم این رو قدرت روح القدس رو به تو بگیرم، این آتش رو بگیرم، این چیزی که احتیاج دارم، من میخوام تو از من یک کسی بسازی که جز از عیسی هیچ چیز نخوام. متوجه هستین که واقعا خدا من میخوام تو کمکم کنی، اشتیاق رو برای مسیح به وجود بیاری. و دومین قسمت برای افرادی که الان توی بر در عیسی مسیح هستین که برای این میتونیم دعا کنیم و میتونیم بیاین جلو که خداوند روح القدس به من الان نشون بده چه بوتهایی، چه گنجهایی در قلب من هست که جای تو رو گرفتم، و میخوام تو هم همینطور به من این قدرت روح القدس بدیم که تشخیص بدم و در زمانهایی که ما تصمیم بگیرم که بتونم آمین به تو بگم، بدونم تشخیص بدم تو رو با این گنجهای خودم. فهمیدین؟ درست گفتم؟ گود، چشمامون رو ببندیم. یه لحظه همینطور ببین خدا با قلب تو چه صحبتی کرده. آیا واقعا اولین سوال، آیا واقعا در مسیح این دید نگاه کردین همه چیزی که تو نیاز داری در مسیح هست؟ آیا واقعا زندگی تو مسیح هست؟ یا مسیح کنار توست، فقط میری پیشش دعا میکنی که به تو برکت بده، راهای تو رو درست کنه، به تو کمک کنه، نگاه کن آیا گنجهایی در قلبت هست که اگر خدا به تو بگه که رها کن، آیا رها میکنی؟
یا روح القدس، انا زمان توست خداوند. انا زمان توست روح القدس، تو زندگی همه ما رو میبینی خداوند. من میدونم خداوند زمانی که بدن تو رو نگاه میکنی خداوند، دل درد میگیره که همه دنبال چیزایی هستن فقط دنبال تو نیستن. درست من نگاه میکنی میبینی که خداوند تمام گنجهایی که در تو قرار گرفته، تمام زیبایی، تمام شکوه، شفا، شادی، همه چی در توست و ما کور شدیم و نمیبینیم، نمیبینیم و ارزش تو رو نمیبینیم، نمیبینیم چه حیاتی به ما بخشیده شده و از اون استفاده نمی کنیم. خداوند امروز هم تو ما رو دوباره دعوت می کنی، دعوت می کنی که بیاییم قلب خودمون رو به حضور تو خداوند درست کنیم. خواهش من اینه خداوند، به تک تک ما خداوند خواهش میکنم روح القدس چشمای همه رو باز کن که این گنجی که تو هستی، این شکوه، این جلال، زیبایی، این حیات که تو هستی خداوند ببینیم، که تمام چیزایی که دنبالش هستیم مثل خار، مثل آشغال ببینیم. همینطور که پولس گفت همه چی رو زیان میدونم که مسیح رو به دست بیارم، که در او پیدا بشم. بیا روح القدس، بیا به ما نشون بده. الان دعوت میکنم، الان اگه قلب خدا با قلبتون صحبت کرده میتونی بیاین جلو. همین گفتم اول، کسانی که واقعا میخوان عیسی جای اولش بگیره، و همینطورم افرادی که واقعا میخوان در اون روش کنن، در شخصیت او روش کنن، بگن خدا من میخوام از امروز به بعد واقعا نه دنبال جلال خودم باشم، نمیخوام دنبال خداوند چیزهای دنیایی باشم، بلکه میخوام دنبال شخصیت تو باشم، اینو میخوام زیست کنم و بدون تو خداوند تسلیم هستم. من مسکین آمدم به حضور تو و میگم هیچ چیزی نیستم، فقط بیا چشمای قلب منو باز کن، چشمان قلب ما باز کن که واقعا تو رو عیسی مسیح مهمتر از زندگی خودم ببینم. یه لحظه همینطور فکر کنین، این قدم های مهمی هست که الان برمیدارین و خواهش میکنم برای برکت نیامیدین جلو، برای برکت نیامیدین. ایش بگو که من با ناامیدی آمدم پیش تو، فتسفایفلت آمدم به خداوند. اگه این چشم منو نسبت به تو عیسی مسیح باز نکنی، میمیرم، من نمیتونم زندگی کنم. بهش میگو من میخوام تو مهمترین در زندگی من باشی، مهمترین، با ارزشترین، میخوام تو باشی. بیا اینو در من روشن کن، اگر نه من میمیرم، اگر نه من میمیرم. و همینطورم میتونی دعا کنی که خداوند بیا
تمام مانع ها، تمام این گنج هایی که من جمع کردم در زندگی خودم که دنبال جلال خودم بودم، دنبال خدمت بودم، دنبال خداوند چیزایی که دیده بشم یا خودم رو ارضا کنم، به من نشون بده گنج هایی که من خودم قایم کردم و قدرت رو بده که من بتونم رها کنم. بهش بگو، با فروتنی بهش بگو و باور کن که روح خدا اینجاست که تو رو کمک کنه، چون اشتیاق خداست که تو به تو کمک کنه. حتی عزیزان، حتی چیزایی که در مسیحیت دریافت کردین، هر چیزی که در مسیحیت شما شدین، خدمت ها، همه چیز باید زیر صلیب عیسی مسیح بیاد، روی پاهای عیسی مسیح بیاد. بعضی وقت خدمت های روحانی ما در ما غروری به وجود میارن، مقام، اینم همه چیز باید بیاد زیر پاهای عیسی، که خداوند همه چی هست زیر پای تو میسارم، تو رو میخوام، من میخوام در تو یافت شوم. بیا روح القدس، بیا خداوند. الان خداوند این عزیزان تو رو میبینی خداوند، دعایشان رو شنیدی خداوند، روح القدس تو بیا. نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم، مطمئن هستم خداوند، مطمئن هستم خداوند تو اینجا هستی که الان دعایشان رو میشنوی خداوند. روح القدس دعا میکنم الان بیای چشمای این قلبای این عزیزان رو باز کن. خواهش میکنم خداوند تو که چشمای عزیزان رو باز کن خداوند، که واقعا یک مسیح ببینن که هیچ موقع فکر نکردن خداوند، یک مسیح ببینن که واقعا حتی بگن که من اصلا هیچ شناختی نداشتم، و قدرت رو روح القدس ببخش که امروز از امروز به بعد خداوند یک اشتیاقی در قلبش به وجود بیاد که بتونن خداوند یا هر چیزی که هست رها کنن که تو رو دریافتن. شکرت میکنیم خداوند، هللویا خداوند، مرسی خداوند. او را کشید یاران دوست دستوری یاران ده، مرسی خداوند. همه تو یه لحظه همه با هم اونجا هم که کسانی هم که نامدن چلو، خواهش میکنم همه الان یه لحظه، یه دقیقه دو دقیقه همینطور در سکوت بمونیم، چون میدونم خداوند با قلبتون میخواد صحبت کنه، و بهش بگی روح القدس بیا با من صحبت کن، بیا با من صحبت کن. با روح القدس که مطلب ها رو به تو نشون میده، این روح زنده هست. خداوند همینطور دعا میکنم این اشتیاق رو، یک اشتیاق، یک خداوند دعا میکنم یک آتشی در قلب این عزیزان بگذاری، که این آتش خداوند نه الان امروز یا روز دو روز، بلکه واقعا شروع کنه به خداوند شعله ور شدن، شعله ور شدن برای تو. ممنون هستیم خداوند، تشکر میکنیم.
بیا روح القدس، منتظر هستیم از تو بشنویم. بیای روح عزیز خدا، بیا خداوند، احیا کن فرزندان خودت، تازه کن. هللویا خداوند، مرسی، مرسی عیسی مسیح، خدای پرجلال و شکوه، مرسی از رحمتهای تو، مرسی از صبر تو که با ما داری، و مرسی خداوند که خدا روز به روز خداوند ما رو کمک میکنی که بتونیم خداوند نزدیکتر به تو بشیم. تو راه، حقیقت و حیات هستی، حیاتی وجود نداره جز از تو.